اصلی ترین هدف مقاومت ایران اینه که صدای ایران و ایرانی باشه، صدای آزادی خواهانی که با وجود سیاه ترین سرکوب ها و سانسورها اما همواره به دنبال روزنه ای برای انعکاس صدای خودشون هستن. پس باید هرچه در توانمون هست رو به کار بگیریم تا بتونیم این صدا رو از صد اختناق عبور بدیم و به دنیا برسونیم. همون صدایی که در دل قیام فریاد مرگ بر دیکتاتور را سر داد و حالا برای یک ایران آزاد در رزم و خیزشه. همراه میشیم با پیام آزادی خواهان ایران از بانه و تاکستان. با درود و سلام به خواهر مریم، ما هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در کردستان و بانه پشتیبانی کامل خود را از گرد همایی پاریس اعلام می‌داریم و برای پیشبرد انقلاب و مبارزه در کانونهای شورشی و شوراهای مقاومت خواهیم بود تا پیروزی. کانونهای شورشی نوک پیکان قیام و سرنگونی هستند. مریم رجوی، 9 تیر ماه 1397. به دنبال احکام ناعادلانه حقوقی برای فرهنگیان، اونها هم چالش جدیدی به راه انداختند. چالش سوزاندن فیش‌های حقوقی و احکام فرهنگیان. چرا که این حق و شأن یک معلم نیست، اما در حکومت دزدان و قاتلان هر روز پهنه جدیدی از حق‌خوری فراهمه. همراه میشیم با فرهنگیان آزاده در شهرهای مختلف. من در چالش فیش حقوقی و حکم حقوقی شرکت میکنم، چون من یک معلم هستم. به نشانه اعتراض این حکم خودم رو پاره میکنم و میسوزنم. فرهنگ جامعه رو نجات بدهید. در اعتراض به احکام ناعادلانه معلمان، کمپینی توسط همکاران را اندازی شده که احکام خودشون رو آتیش میزنن. در حمایت از این حرکت من هم به سهم خودم حکمم رو آتیش میزنم و شما همکاران بزرگوار رو به این چالش دعوت میکنم.